جلسه پیش در مورد علائم ریاضی صحبت کردیم توی این مستندات ولی این جلسه میخوام در مورد عملیات ریاضی صحبت بکنم علائم با عملیات چه فرق میکنه علائم یعنی علامت که میتونید ازشون استفاده کنید که یه کاری رو با عددا و با مقدارها انجام بدید عملیات ریاضی یعنی اینکه کارهایی که میخواید روی یک عدد انجام بدید نمیخواید باهاش انجام بدید روش انجام بدید علائم زیاد داره مثل ابس که ابسولوت قدر مطلق اونا که لازمتون میشه سیو و سیلینگ جفتشون یکی هم. این پایینی جو بالایی یکیه این شورتکاتشه یا نام مستعارشه ولی سیل یعنی به طرف بالا چیکار بکن گردش بکنه عدد رو یعنی پنج ممیز چهار رو اگر من بنویسم خب به سمت بالا گرد بکنه شیش میشه حالا فلور برعکس سیله پنج ممیز شیش رو من بنویسم بازم اگه میرید به سمت بالا هست، پنج ممیز نه بنویسم اصلا چون یک درصد هم با 6 فاصله داره ولی میاد میاد پایین 5 به شما نشون میده اونایی که لازم میشه ماژولار داریم ریمایندر هستش پای عدد پی یا اینجا پای هم عدد پیه پاور یعنی به توان رادیانس ریدی... ریدیانس ریدیانس یه عدد رو میتونید بگیرید دیگریز تو ریدیانس اینا خیلی کارا رو میتونید باش انجام بدید و مقدارش رو باش با هم دیگه اینجا انجام میدیم خیلی از اونا که من به دردم خورد بیشتر این فلور و سیل هست ابسولوت ولیو هست و یه مقدار اونایی که به دردم خورده نشون میدم و رندوم هست رندوم هم بتون نشون میدم که چجوری یک عدد رو چکار بکنید علامت نشون اگر برگردید به سمت فایل های تمرینیمون یک کدی رو من اینجا پیس کردم که یه جدولی رو میسازده که دو تا اینتجر قرار میگیره A و B چندتا تا ولیو داخلش قرار بدیم یک و دو سه و چهار منفی یک و منفی دو منفی سه و منفی چهار همون بالاییه به این صورت حالا الان اینا رو بخوایم به صورت A و B نشون بدیم نه به همون صورت نشون داده میشه ولی الان اگه بگیم select absolute A و بعد B خب نگفتیم absolute B ها بعد گفتیم absolute A این منفی ها همش چون قدر مطلقه میشه مثبت دیگه گو بزنم نگاه بکنید اینا میبینید منفی ها رو اینجا مقایسه بکنید دوتا رو منفی یک و منفی سه شده یک و سه چون ابسلوت بی رو نگرفتیم منفی دو و منفی چهار مونده میتونستیم بیام اپسلوت بی رو هم بغلش قرار بدیم یعنی بیام پشت اینو بذاریم داخل پرانتز به این صورت ABS ترمز ABS نه این ابسلوت منظورمونه و اینا میبینید که الان شده چی ابسلوت ولیو و چون که ابسلوت رو نشون میده میبینید که دو چار دو چار همونجوری که داره نشون میده به ما خب الان کاری که ما انجام میدیم اینه که میایم از توی فایل تمرینیمون خب یک همین تیبل رو من میگیرم اینجا پیست میکنم و کاری که ما با این رندوم انجام دو تا چیزایی که خیلی به درد من خورده چون بعضی موقع داخل دیتابیس اون اعداد منفی هم هست دو تا ستون هست داخل جدول تی یه جدول می‌سازیم ولی این ستون‌ها از نوع نیومریک هست یعنی اعداد اعشاری یا دابل فرق نمی‌کنه که 10 تا میتونه قرار بگیره سمت و چپش سه تا عدد اعشاری هم بعدش میتونه قرار بگیره دو تا ولیو قرار میدیم یک دو سه چار. یک دو سه نقطه 4 5 6 123 ممیز 456 456 ممیز هفت که سه رقم اولش به خاطر این سه اینجاست اینا رو دیگه میدونید و عدد منفی هم قرار میدیم حالا میگیم که select round A و بعد میگیم B میگیم که حالا بیه گردش بکن یا تو میاد که seal داشتیم این seal عدد رو به سمت بالا گرد میکنه و این floor عدد رو به سمت پایین گرد میکنه ولی راوند بزنیم چه اتفاقی میفته وقتی round میزنیم این یک دو سه چار پنج که شده وقتی گرد کرده چار پنج شیش میبینید که یک دو سه چار پنج که علامت چیز بوده بسلا گرد کرد بسلا چجوری بگم ممیز اعداد اشاری بوده فقط شده چار شیش پنج شیش رو کرده چی؟ یعنی پنج شیش رو کرده شست اینجوری شست و این شیش صفرش هم از کار انداخته اینجا دارید همونو میبینید ببینید بینید دید و شیش و این هم همینجور چار پنج شیش نو شده این هفتش نو و این ما دیگه رند نکردیم بیرو و داره همون نشون میده ولی پایینی دوتا رو داریم چیکار کردیم اینو اینو راوند کردیم و اینا رو نگه حالا من اگر اینجا می نوشتم پایین نوشتم می بینید پایین یکی راوند کردیم بالا و این پایین جوریه خب راوند اولی چی کار میکنه راوند دوم دو راوند اولی فقط اعداد رو میاد میگیره ممیزاش رو میندازه چون این چهاره دیگه اینا رو خون علامت ریاضیه دیگه اگر پنج بود این میشد چی 124 ببینید گو میزن. میشه 124 گردش داره میکنه دیگه ولی این چون چهاره به سمت پایین گرد میکنه مثل ریاضیه مثل همون درسی که توی ریاضی خوندید اینجا هفته شده 4 5 6 7 8, 9 دیگه اینو دیگه به ما راوند نکرد اینم هم همینجور پایین چون 4 راوندش کرد ولی پایین وقتی میگیم A رو بوتو دو رقم به ما بعدی راوند بکن دو, دو, رقم بعدی رو اینا رو چیکار میکنه در نظر میگیره و بعدش هر عددی بود اون موقع راوند میکنه حالا ما چیکار میکنیم این سری میایم از سیو استفاده میکنیم به جای راوند میبینید که این چهاره و این 123 است خب اگر من اینجا بنویسم سه و من اینجا گو رو بزنم این میشه 124 میبینید ولی این شد 123 چرا چون به سمت بالا سیل به سمت بالا گرد میکنه 123 بگید که مگه اینم نباید بکنه 123 نه دیگه منفی 123 منفی 123 بزرگتر از منفی 124 درسته این دیگه علامت نسل درس ریاضیه دیگه هم حتما ریاضیتون خوب باشه که تا اینو بدونید به سمت بالا ولی اگر من اینجا مثلا فلور چی فلور باید اینو بکنه با 123 اینو بکنه 124 درسته میبینید 123 124 این فلور پس اینو اعمل... کارهایی که با عملیات ریاضی که انجام میدید رندوم هم داره میتونستم بنویسم سلکت و بعد بنویسم رندوم و یه عدد رندوم به من بده خب اگر من اینجا گو بزنم خب به من یه عدد رندوم به من میده میبینید